همراه هستیم با همکارم اشکان صفایی از مقابل دفتر نخست وزیری از اورشلیم. اشکان، تا کنون چه گذشته، چه برنامه‌هایی داره آقای بلینکن در سفر به اسرائیل؟ بله، خب بلینکن 2 ساعت پیش وارد فرودگاه بن گوریون شد. وزیر خارجه اسرائیل گابی اشکنازی ازش استقبال کرد. حدود 20 دقیقه پیش از همین جایی که ما هستیم وارد دفتر نخست وزیری شد که احتمالاً تصاویرش را هم می‌بینید. الان هنوز کنفرانس خبری بلینکن و نتانیاهو آغاز نشده، قرار بوده در همین دقایق آغاز بشه، اما بعد از دیدار با نتانیاهو بلینکن قرار هست با روبن ریبلین رئیس جمهور اسرائیل و گابی اشکنازی دوباره وزیر خارجه اسرائیل هم دیدار کنه. مشخص است که آیا با مقامات دیگه اسرائیلی هم دیدار خواهد کرد یا نه، و بعد از اون بعد از ظهر در واقع به رام الله میره. هول و هوش ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی که میشه 5:30 عصر ایران قرار هست با محمود عباس دیدار کنه، قرار با نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دیدار کنه و بعداً هم به اردن و مصر میره. در مورد اهداف این سفر جین ساکی سخنگوی کاخ سفید دیشب گفت که هدف اصلی این سفر است که این هست که اطمینان حاصل بشه آتش بس بین اسرائیل و حماس باقی خواهد موند. بایدن پیشتر گفته بود که برای در واقع اعلام دوباره حمایت آمریکا از اسرائیل هم هست، اما به نظر میاد که موضوع ایران هم که دیشب هم نتانیاهو به اون اشاره کرد مسلما یکی از موضوعاتی است که در مذاکرات مطرح خواهد شد. سپاسگزارم از توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما.